با سلام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون افغانستان، امید که هفته خوش را پشت سر گذاشته باشید. اینک باز هم من شهلا پوپل با پیشکش برنامه امروز اندیشه در خدمت شما قرار دارم و آرزو دارم برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیرد. در برنامه امروز قسمی که ما در شروع برنامه های خود گفتیم که برنامه های متنوع دارم، امروز برنامه ما روی موضوعات زن و البته شعر است و در مورد زن یک کوتاه صحبت میکنم و بعد یک چند پارچه شعر و بعد از اون میریم یکم درباره افغانستان و در مورد افغانستان باز یک چند شعر میهنی دارم و در آخر یک روی زبان یکم صحبت داریم و یک چند شعر دیگه و در لابلای برنامه موسیقی هم خدمت شما تقدیم میشن. خب در شروع ما باید بگویم که من میخوایم یک موضوع رو یادآوری کنم که قرار که همه شنیدیم که یک دختر خانم، یک دانشجوی از دانشگاه کابل خودکشی کرد و دلیلش هنوز معلوم نشده که این بسیار یک چیز غم‌انگیز است که در افغانستان خانما زیاد خودکشی میکنن و یا خب در حقیقت موضوع زن ستیزی است که در افغانستان بدبختانه که ما میبینیم که این موضوع زن ستیزی یک فرهنگ شده، چیزی که در گذشته ها ما میدید. یعنی اگر ما بریم به تاریخ آریانا که در تاریخ آریانا زن عبادت میشد به نام الهه، یعنی این یک چیزی بود که بعد از این که در دنیا ادیان به وجود میآید و این استفاده از دین است، استفاده از ادیان میشه و در مقابل زن ستیزی میشه. این تنها مسئله اسلام نه، حتی در سالهای 1600 1700 در اروپا هم در مقابل زنها یعنی حقوق نداشتن زنها. و هم باید بگویم که موضوع ای که ما اگر به زمان سنگ بریم، عصر سنگ یا ستون ایج، ما میبینیم که در او زمان اگر ما بریم به پلیولیتیک تایم یا ایج یا عصرش که یعنی او مربوط عصر سنگ میشه، چون عصر سنگ یا ستون ایج سه دوره داره که یکی پلیولیتیک هست، که یکی میزولیتیک است و دیگهش نیولیتیک است. خب آرت از کدام دوره شروع میشه؟ آرت از دوره پلولیتیک شروع میشه که پلولیتیک باز از خود سه دوره داره که دوره لک اپر پلولیتیک است، میدیم است و اورلی. که اگر ما بریم به زمان اورلی، اولین پیش از اینکه این دوره ها شروع شود تقریبا 3 میلیون سال پیش برای اولین بار یک دستکاری یا کندنکاری یا حکاکی توسط انسان ها ساخته شد که ایره در سال 1939 ای کشف شد که او را یک سنگریزه بود که او را لندن بالاخره انگلیس ها
او را بردن به لندن و او را به یک چی گذاشتن در میوزیم گذاشتن و این یک نمایش بزرگ شد چون این در پبافیس این در جنوب افریقا پیدا شد در مغاره ها که یعنی وقتی که اجداد ما کلش از افریقا شروع کردن 3 میلیون سال ای توسط دست انسان ای حکاکی شده بود یا کندنکاری شده بود و بعد از او که در سالهایی که عصر سنگ بود که یا ستون ایج بود که بعد از او برونز ایج شد و بعد از او ایرن ایج شد که اینا کلش ما قبل تاریخ هست که در دوره پلولیتیک در این دوره برای اولین بار اینا انسان ها حکاکی بروی سنگ ها را شروع کردن در مغاره ها که زیادتر حیوانات آهو شیر بود و بعد از او برای اولین بار یک چی آرت دیگه با وجود آمد که به نام که ما میتونیم بگیم که یک علم از انتروزولوژیست که یعنی ایوان و انسان یک جای آرتش یعنی رسامی میشه یا امو ساخته میشه که ای بود که مثلا سر به عیسه اولین بار 50,000 سال پیش سر به عیسه مثل شیر بود و وجودش مثل انسان که را به نام لاین هیومن ساخته شد و بعد از او برای اولین بار یک آرت بود که از زن ساخته شد که ما میریم به میبینید در اینجا اعضای بدن این زن بسیار بزرگ نشان دادن بزرگ است که این خودش نشان میده فرتلیتی یعنی باربری است در اینجا باربری را نشان میده که یعنی یک زن خلاقیت میکنه یک طفل به دنیا میاره امی اعضایی که مربوط باربری است این بسیار بزرگ ساختن که این کلش بخاطر ایست که یعنی در او وقت این زن عبادت میکردن که این به نام وینس که این به نام وینس ولندروف یاد میشه ولندروف چرا یاد میشه که این در آستریا یا در اتریش در یک قریه یا یک قسمت از روستا که به نام ولندورف یاد میشد این را پیدا کردن در سالای شروع سالای 1900 که فکر کنم 1908 بود که این را بر اولین بار یک کارگر این را پیدا کرد و این فعلا هم در آستریا در چیش هست؟ در میوزیمش هست ببینید در او زمان زن عبادت میشد به خاطر چی که باردار میشد به خاطر که طفل به دنیا می آورد و ببینید زمانی که در آریانا هم زن عبادت میشد به نام الهه و او وقت به نام وینس وینس چی مانا میته؟ وینس ولندروف جای است این میگه که وینس آف ولندورف یعنی وینس خودش در روم ای به نام سمبول عشق و زیبایی و ثمر و یعنی پیروزی و همه اینا بود که از زهره گرفتن یعنی از نجوم از زهره گرفتن زهره و ناید که ما میگیم ای علامه یعنی سمبول عشق است و ای را هم به نام وینس آف ولندروف میگن یعنی زن یک سمبول عشق و سمبول یعنی باروری سمبول پیروزی میدانستن بنان ای را عبادت میکردن و متاسفانه که بعد از این که از یک طرف خوشبختانه از یک طرف متاسفانه که این دین ها که به وجود آمدن این مرد سالاری شروع شد و اینا چی کردن که کوشش کردن که این امی سوی استفاده کنن و چون مرد سالاری بود استفاده کردن و زن کوبیدن و زن ستیزی شروع شد و مخصوصا در
شرق فرهنگ زن ستیزی. خب اسلام نگفته امچو چیزه، اما آخوندها و ملاها امچو چیزه را ساختن که یعنی مرد سالاری و زن ستیزی، که زن باید مقید باشه، حجاب بپوشه، زن باید توهین شوه، زن باید از چارچوب خانه بیرون نره، در حالی که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اصلا زن حجاب نمی پوشید، رویش کاملا برهنه بود. خب به هر حال ما می بینیم که تمامی بدبختی ها از مرد سالاری و زن ستیزی و استفاده از دین اسلام شد، که ما میبینیم که ببینین اگر ما بریم به افغانستان، خب کسانی که واقعا برای زن خدمت کردن در افغانستان، یکی شاه امان الله بود که خواست که یک نهضت بر زنا بیاره، و دوم چی بود؟ سردار محمد داوود بود که در زمانی زنا روی لوت شدند، و در ضمن زنها در قانون اساسی و در تمام ساحات دولت شروع به کار کردند که واقعا یک نهضت آورد. و حال و باید بگویم که بعد از دوره که تنظیما شروع شد، زنا چادر شروع شد، و بعد از اینکه طالبان آمدن، ظلم به هزارها چند در مقابل زن شد، که بدبختانه بعد از دوره سیاه طالبان این مردای افغانستان مثل که خوششان آمد که زن به میتر ظلم شوه، و یعنی امو آلت به حقب رفت، یعنی ظلم به سر زنا هزار چندان زیادتر شد، که این بدبختی متاسفانه که هنوزم دوام داره، و در زمان بدبختی هایی که در زمان آقای کرزی بود، که با وجود که اینا کوشش کردن که یک حقوق بر زنا بیارن، اما دختر ربایی شروع شد، ببینید چقدر تجاوز جنسی شروع شد در مقابل حتی اطفال خردسال، و امی بدبختی هایی که در افغانستان ببین در سمت شمال افغانستان زن بدل میکنن، حتی بخون اگر یک فامیل یکی کشته میشه، بلی که فامیل دیگه او به محکمه نره یا به دادگاه نره، چی میکنن؟ دختر خود در مقابل میتن. و یا اگر در یک منطقه شنوار جلال آباد برین، در اونجا زن فروشی و زن در مقابل ایوانات ترید میشه یا بدل میشه. و هم ما میبینیم که در هرات به صدها زن خودشان آتش زدن، و از او جمله زنای بسیار برازنده یکی نادیه انجمن بود که شوهرش او را کشت. و هم ما میبینیم که در افغانستان در کابل ببینین این ظلمی که سر شهید فرخنده چی حالت آمد، این چه قسم او دختر کشته شد، آنقدر در مقابل زن تنفر بود که او را کشتن، اما کشتیش دوباره زیر تایر موتر کردن، و بعد از او بازم او را لطکوب کردن، و بالاخره مردیش انوزم دلشان آرام نگرفت و مردیش آتش زدن. این بدبختی ها در افغانستان دوام داره، که امروز این دختر خانم دیگه که دانشجوی دانشگاه کابل بود، این هم بیچاره خودکشی کرد، معلوم دار که یک دلیل بوده، یک چیز در پشت پرده بوده. خب ما بینندای عزیز، ما میرم به چند شعر در مورد زن، و هم دو پارچه موسیقی در مورد زن داریم خدمت شما تقدیم میکنم. خب شعر اول شعری هست که ما برای فرخنده شهید سروده بودم، و حال خدمت شما ایرا تقدیم میکنم.
چرا این شهر خاموش است؟ چرا از این شهر پر آشوب صدای چرا از این شهر پر آشوب فغان و شیون و فریادهای عدل و انصاف نمی آید؟ مگر آن اژدهای مرگ و ضحاکان برحم دیار ما به ظلم و جبر و استبداد برخواستند، به سوگ و درد و حسرت مادری را مبتلا کردند، پدر را در غم فرزند بشکستند. مگر کابل نبودی شهر عشق و مهد ارزش‌های انسانی، نماد استقامت، پاسدار عشق و آزادی؟ چرا اکنون زهر بوم و برت بوی غم و اندوه می آید؟ چه شد آن مردها، اسطوره ها و آن دلی رانت؟ چه شد آن مردها، اسطوره ها و آن دلی رانت که جان در راه عدل و عشق انسانی همی دادند؟ چه شد آن رسم آریایی و آیین خراسانی؟ چه شد آن را که تو اش خوانده بودی غیرت و وجدان افغانی؟ چه شد فرهنگ و تاریخ بزرگ آریا و شیر مردانش؟ که زنها را الهه گفتی و تحسین می کردی، که زنها را الهه گفتی و تحسین می کردی. چه شد آن رستم دستان؟ چه شد آن کاوه دوران؟ چه شد آرش؟ چه شد آن اکبر غازی و آن مسعود با ایمان؟ مگر این شهر امروز جایگاه قاتلان و وحشیان قرن ما گشته که با خشم و به ظلم و جبر آن دوشیزگان بیگناه و بیخطا را در دهان مرگ میگذارند و چون حیوان خوناشام فراتر گام میگذارند و تاج ننگ و ناموس دروغین را به سر میگذارند و اسلام میگویند؟ و تاج و ننگ و ناموس دروغین را به سر میگذارند و اسلام میگویند؟ کدام آیین و دین گوید؟ کدام قانون انسانی؟ کدام آیین و دین گوید؟ کدام قانون انسانی؟ چنین وحشت، چنین تهمت، چنین رسم مسلمانی؟ چرا این شهر خاموش است؟ چرا از این شهر پر آشوب فغان و شیون و فریادهای عدل و انصاف نمی آید؟ چرا این شهر خاموش است؟ خب بینندگان عزیز، امیدوار هستم که از این شعر لذت برده باشید و حال میریم به آهنگ زیبای از آریانا سید.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه حجالی که با من هم بزرگ و واجه بحن و بر هستم. سیاسم نه ضعیفم نه من هستم. زن هستم من، زن در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری. نباشم زندگی کی میتوانی؟ جهان و زندگی را لنگر هستم. زن هستم من، زن هستم. بینندگان عزیز، امیدوار هستم که از این آهنگ زیبا لذت برده باشین. و حال یک شعر دارم بازم در مورد زن که از مادر بزرگوار ما حفیظه وایزی آشفته است و امیدوار هستم مورد توجه شما قرار بگیره. ای زن تا بکی افسرده باشی، تو ای زن تا بکی افسرده باشی، حزین و ابتر و پژمرده باشی. توی زیباترین آثار خلقت، توی زیباترین آثار خلقت، گرامی گوهر بازار خلقت. وجودت باعث پیدایش مرد، کنار الفتت آسایش مرد.
توی پیغمبران را یار و همسر، توی نام‌آوران را مام و خواهر. قلم را صد هزاران مایه استاست، سخن را زینت و پیرایه استاست. به باغ شعر شاعر آب و تابی، گه سرو و گه گل گه گلابی. گه از عارضت گل آب گیرد، گه از پرتوت مهتاب گیرد. بهار زندگی را شادی استاست، بگیتی هستی و آبادی استاست. ولی با این همه محرومیت چیست؟ به زندان قفس محکومیت چیست؟ بیرون آه از بن دیوار خانه، به هم برزن رسوم جاهلانه. حجاب و چادری از سر بدر کن، به غیرت چادر عفت به سر کن. با کوشش شعله افروز هنر شو، به دانش زان چی هستی بهتر شو. از انسان زندگی نازیستن به، و از این آشفتگی خونین کفن به. تو ای زن تا بکی افسرده باشی، حزین و ابتر و پشمرده باشی. حزین و ابتر و پشمرده باشی. خب بینندگان عزیز، امیدوار هستم که از این شعر زیبا خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. و حال میریم باز هم به یک آهنگ زیبای دیگر از آریانا سعید. اگر بالم شکسته، دهانم را ببسته، و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازم، منم آزاده رستم. نه اون بیده ضعیفم که ترسم یا بلرزم، به هر توفان که آری نفس دارم برزمم. ز تصمیمم نگردم دیستم
زبانم کنه چشم مرا تر و اگر دیگ نگاهت زند رو هم بنشتر بخواهی حق یاور نمیگذارم به تو سر به نسل آتش و دودم خبردار که عمر مرگ آزمودم خبردار و ارمانم با چشم بد نبینی که من آتش که من دودم خبردار خب بینندگان عزیز بازم امیدوار هستم که از این آهنگ بسیار زیبا لذت برده باشین و حال میرم به مسائل یکم در مورد افغانستان صحبت میکنم که افغانستان خب دهی که در چند دوره گذشته در زمان کامیونیست ها چی بدبختی ها دید و در زمان تنظیم ها چی بدبختی ها دید و بالاخره در زمان طالبا که بدبختترین دوره تاریکترین دوره تاریخ افغانستان بود یک دولت مزدور و تاریک با جهالت و بعد از او که دوره آقای کرزی شروع شد که در این دوره آقای کرزی که ما خود شاهد هستیم که از فساد تا قاچاق تا تمام بدبختی ها که فقط به افغانستان نوین اساس گذاشته شد و این چی بدبختی ها این پاکستان مستقیم چی بدبختی ها در داخل افغانستان و چی کمک های به طالبا شد چی زندانی های طالبا رها شد و هزارها بدبختی شد خب 13 سال کرزی بعد بسیار بدبختی ها از تعصبات تا فساد تا رشوه ستانی تا تمام بدبختی ها خب نوکری و مزدوری پاکستان و حتی از ایران پول می گرفت و هر بدبختی بود و بعد از او دوره آقای غنی که امو دوام امو بدبختی ها بود که البته دوره آقای غنی یک ذره مسائل تعصبات زیادتر دامنگیر شد زیادتر شد و آمدن آقای حکمتیار که کابل بدبخته که چقدر بدبختی دیده تمام افغانستان اما فعلا ما در مورد کابل میخوایم حرف بزنم که در کابل بدبخت چی بدبختی آمد در دوره تنظیم ها در دوره کامونستا این راکت های آقای حکمتیار این بدبختی هایی که در زمان آقای کرزی و می حالا در زمان آقای اشرف غنی چی بدبختی ها نیست که در این کابل بدبخت چی دیدنی ها و بدبختی ها دیدن و امروز ما می بینیم که آقای نبیل رئیس امنیت پیشین یعنی دوره آقای کرزی چی افشاگری ها در مورد بدبختی هایی که در انتخابات شد و که چقدر دولت دست داشت
چقدر تمام ما آگاه شدیم و هم افشاگری های دیگه کرد که بسند خیانت هایی که از طرف پاکستان و طالبا حملاتی که انتحاری که در افغانستان شد که ما در ماهای گذشته یک ویدیو از رو گذاشتم که انشالله در برنامه های آینده هم میگذارم که اگرچه ای آدم بسیار یعنی مسئول دانستن که باید کار میکرد اما به نظر من ای که امی حالا هم ای افشاگری میکنه آفرین برش با وجودی که از طرف استانکزی و امی دولت تقریبا در حدود یک ماه یا یک و نیم ماه پیش به ای اخطارها و اشتارها داده شد که باید دهن خود بگیره اما باز هم ای آدم جرأت کرد و ای افشاگری ها کرد که آفرین برش و واضح است که در او دوره ای نمیتانست ای قدر قدرت نداشت که بتانه ای افشاگری ها را بکنه و مجبور بود که به یعنی قدرتمندای بالاتر یا امو مراجع زی صلاح ای خیانت ها را بگویه اما اونا نخواستن. خب به هر حال ای بدبختی بود که کابل بدبخت چی بدبختی ها دیده از دوران کامونستا تا به امروز. ای صدها بار ویران شده و آباد شده و ویران شده و ای چقدر قتل و قتال شده. ای کابلی که ما در کتاب شهنامه فردوسی از کابل و زابل و هلمند و ای شهر باستانی مثل که بلخ مادر شهرها بود و کابل هم یک شهر بسیار باستانی بود. من یک شعر دارم که بازم شعری است که مثل یک حماسه است که دوره های مختلف تاریخ کابل گفته و این شعر شعر مادرم است. من خدمت شما تقدیم میکنم و امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار بگیرم. کابلم روح منی جان منی، کابلم روح منی جان منی، وطنم روضه رضوان منی. هرچی بهتر بودم آن منی، مشهد پاک نیاکان منی. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از عهد کهن میگویم. ذکر رودابه و دستان تو را، قصه پور نریمان تو را، جشن جمشیدی و مهرگان تو را، یاد نوروز و بهاران تو را. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از عهد کهن میگویم. مادر رستم دستان توی تو، منبع غیرت و ایمان توی تو، جان فدای تو که جانان توی تو، نازش اهل خراسان توی تو. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از عهد کهن میگویم. یاد مردان شکو آرایت، یاد مردان شکو دارایت، بابر بزم سخن آرایت. قصه باغ جهان آرایت، یا که از شهرت شهر آرایت. کابلم
از تو سخن میگویم، سخن از عهد کهن میگویم. یاد شبهای زمستان تو را، مجلس نقل و شبستان تو را، قصه مجلس قرآن تو را، محفل شعر ادیبان تو را، کابلم از تو سخن میگویم، سخن از عهد کهن میگویم. ذکر دوران شکوهمند تو را، ذکر ابنای هنرمند تو را، ذکر خوبان فرهمند تو را، ذکر مردان برومند تو را، کابلم از تو سخن میگویم، سخن از عهد کهن میگویم. کابلی پیر که کامل بود و مرشد حضرت بیدل بود و همه را رهبر و منزل بود و با خدا بنده مقبل بود و کابلم از تو سخن میگویم، سخن از عهد کهن میگویم. واعظ آن پیر طریقت ارشاد، آن پیامبر نسب پاک نژاد، آن که سر در ره اقبال تو داد، در ره عرض تو فرمود جهاد. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از عهد کهن میگویم. تا که او برد به خصمت آهنگ، با سپای همه چون شیر و پلنگ، به سر لشکر مکار فرنگ، چه بلاها که نیاورد به جنگ. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از عهد کهن میگویم. آه کن دور زمان زود گذشت، دوره امن و امان زود گذشت، دور شیران زمان زود گذشت، آن همه عزت و شان زود گذشت. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از رنج و محن میگویم. دوره های دیگر آمد پی هم، دور تبعیض نژاد و استم، دور بیچارگی و فقر و علم، دور حبس قلم و اهل قلم. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از رنج و محن میگویم. تا که آن دوره منحوس رسید، دور غارتگری روس رسید،
نوبت ملحد و جاسوس رسید، مردمت را غم و افسوس رسید. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از رنج و محن میگویم. ماجرای دل غمناک تو را، قصه سینه پرچاک تو را، قتل و ویرانگری خاک تو را، خدعه دشمن صفاک تو را، به همه کوی و دمن میگویم. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از رنج و محن میگویم. بند و اشکنجه زندان تو را، قتل و کشتار جوانان تو را، ناله و آه یتیمان تو را، گریه شام غریبان تو را، به همه اهل زمان میگویم. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از رنج و محن میگویم. به دعا دست برارید همه، به زمین سر بگذارید همه، اشک از دیده ببارید همه، آه از سینه برارید همه. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از رنج و محن میگویم. بو که باری دیگرت بینم باز، خالی از شور و شرت بینم باز، شادمان بوم و برت بینم باز، تاج عزت بسرت بینم باز. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از رنج و محن میگویم. کابلم از تو سخن میگویم، سخن از رنج و محن میگویم. خب بینندگان عزیز، امیدوار هستم که از این شعر بسیار زیبا، یک شعر اماسه بود، لذت برده باشین. و حال میریم به یک آهنگ زیبایی از فرهاد دریا، امید که مورد علاقه شما قرار بگیرد. خیال من یقین من، جناب کفر و دین من، بهشت هفتمین من، دیار نازنین من، دیار نازنین من. خیال من یقین من، جناب کفر و دین من، بهشت هفتمین من، دیار نازنین من، دیار نازنین
گاه کمر غلام شاد سیافتاب و آتشه قیامته قیام شاد چی مردمان سرکشه شهادت و مراد را و گوش سر